سرخط خبرها. کرزی به طالبان با صدای مردم افغانستان و عالمان دین احترام بگذارید. طالبان بیش از 100 دانشجو را از دانشگاه ننگرهار منتقل و در دانشگاه پل تکنیک کابل جابجا کردند. لغزش کوه در پنجشیر، مسیر عمومی ولسوالی خنج بروی ترافیک بسته شد. همچنان در پایان، اولین رهبر ازبک ها به نجات مولای مهدی شتافت. مشروع خبرها. رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیوند به خواست عالمان دین در ولایت بادغیز درباره بازگشایی مکتب های دخترانه بالادر صنف ششم در صفحه تویترش از طالبان خواسته است که به صدای مردم افغانستان و عالمان دین احترام بگذارد و مکتب های دخترانه را باز کند. آقای کرزی نوشته است که علمای دینی از ولایت های مختلف افغانستان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه از صنف ششم تا دوازدهم شدند. وای همچنان نوشته است که در ادامه درخواست علما، این بار علمای ولایت بادغیز از مسئولان طالبان خواستند که مکاتب دخترانه را بازگشایی کنند. حامد کرزی از خواست علمای دینی استقبال کرده و از رهبری طالبان خواسته که به خواسته های علما و مردم افغانستان توجه کرده و اجازه بدهند که دختران دوباره به مکتب بروند. آقای کرزی تاکید کرده که تنها راه نجات افغانستان از نیاز خارجی این است که کودکان اجازه درس و تعلیم را داشته باشند. این در حالی است که اخیراً کلیتی کلمتز، معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجرین گفته است که میلیون ها کودک در افغانستان از آموزش و تحصیل باز ماندند. طالبان بیش از 100 دانشجو را از دانشگاه ننگرهار منتقل و در دانشگاه پل تکنیک کابل جابجا کردند. منابع در دانشگاه پل تکنیک کابل میگویند که طالبان بیش از 100 دانشجو را از دانشگاه ننگرهار به کابل انتقال داده و به جای دانشجویان پل تکنیک در لیلیه این دانشگاه جابجا کردند. یکی از دانشجویان که نخواست از وی نام برده شود روز چهارشنبه به روزنامه 8 صبح میگوید که طالبان دانشجویان ننگرهار را خلاف قوانین وزارت تحصیلات عالی وارد دانشگاه پل تکنیک کابل کرده و برای آنان خوابگاه نیز داده است. با گفته این دانشجو، او و بیش از 100 دانشجوی دیگر از لیلیه اخراج و با دانشجویان منتقل شده از سوی طالبان جایگزین شدند. این دانشجو عملکرد طالبان را تعصب و خلاف قوانین خوانده است. لغزش کوه در پنجشیر، مسیر عمومی ولسوالی خنج بروی ترافیک بسته شد. مسئولان ملی طالبان میگویند که جاده عمومی پنجشیر در اثر لغزش کوه در ولسوالی خنج این ولایت برای رفت آمد بسته شده است. ریاست فواید عامه طالبان اعلام کرده که این مسیر از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 25 جوزا در مربوطات پیشغور ولسوالی خنج مسدود شده است. با گفته این ریاست، تیم عملیاتی و تکنیکی تلاش ها به منظور بازگشایی این مسیر را آغاز کرده است. احتمال می رود این مسیر تا ساعت 4 عصر امروز باز شود. پنجشیر از ولایت های کوهستانی است و گاه گاه شهرهای آن در اثر سرازیر شدن سیلاب، برفکوچ و لغزش کوه بسته می شود. مولای مهدی، ازبک های با عزت همیشه در روزهای دشوار در کنار مردم هزاره شانه به شانه استاد شدند و مورد حمایت خیش قرار دادند. ما این استادگی و حمایت مردمان بومی و با عزت ازبک را فراموش نمی کنیم. گفته های مولای مهدی در حال است که قاری صلاح الدین ایوبی و مخدوم عالم ربانی برای حمایت و کمک به وی بیش از 500 جنگجوی ازبک تبار را به سر پل فرستادند. فوریان پالیسی، جنگ سالاران افغانستان برای بازگشت به صحنه آماده می شوند. نشریه فوریان پالیسی در مقاله تازه نوشته است که جنگ سالاران پیشین افغانستان برای بازگشت به صحنه سیاسی این کشور آمادگی می گیرند. حدود 10 ماه بعد از ورود طالبان به کابل، افغانستان در وضعیت قرار دارد که مردم این کشور بازگشت مجاهدین سابق به قدرت را به مراتب بهتر از طالبان می دانند. لندونیل که سالها خبرنگار ارشد آژانس خبری فرانسه بوده است، در این مقاله در فوریان پالیسی نوشته است که مزایک جامعه افغانستان اکنون به طرز وحشتناک شکسته است. او می افزاید که گروه های مسلح در سراسر کشور برای بیرون راندن طالبان از مناطقشان می جنگن و به مجاهدین سابق و متحدانشان اطمینان می دن که زمینه حمایت های مردمی از آنها وجود دارد.
فوریان پولیس با اشاره به جلسه ما قبل رهبران سنتی افغانستان در انقره ترکیه نوشته است که بازگشت رهبران قومی با ارتش‌های خصوصی و جنگ سیاسی نگرانی‌ها را از آغاز دوباره نبردهای خونین داخلی در کشور شعله‌ور می‌سازد. این نشریه از قول عمر شریفی استاد مردم شناسی در دانشگاه آمریکایی افغانستان نوشته است که جنگ سالاران ثابت کردند که می‌توانند خود را با زمان و شرایط وفق دهند و در صورت لزوم برای حزب بقای قدرت نفوذ و ثروت خود از جهان به دموکراسی گذار کنند. شریفی تاکید کرده است که طالبان چنان بدند که جنگ سالاران در برابر آنها به مرور به عنوان جایگزین جاذبه جلوه می کنند. عبدالله از کدام عدالت و وطن سخن می گوید؟ دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه پیشین پس از 1.5 ماه از هند به افغانستان برگشته است. او در میدان هوایی کابل از سوی افراد طالبان و فضل‌الدین مسلمیار رئیس مجلس سنای پیشین پذیرایی شد. آقای عبدالله ابراز امیدواری کرد که همه مردم به وطن برگردند و در عدالت و آرامی به سر ببرند. بر اساس همه مؤلفه ها و ارزش های مدرن، وطن جایی است که دولت بر بنیاد آرای مردم به وجود آمده باشد، قانون حاکمیت کند، حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی به رسمیت شناخته شود، عرضه خدمات صورت بگیرد و مردم از هراس دولت سراخ برای مخفی شدن نجویند، چیزی که اکنون بر افغانستان می گذرد، کابوس خطرناک و ویرانگری است که میلیون ها تن را آواره افسرده و به خانمان ساخته است. همه روزه بی‌عدالتی و ستم بیداد می کند. مکتب ها از دانش آموز و استاد تهی شده است. نهادهای تعلیمی و تحصیلی ظاهرن بازن بجز مکاتب دخترانه، اما در ماهیت فلج شدن و مردم کرایه موتر از یک استگاه به استگاه دیگر را ندارن. کشور سخت‌ترین آزمون تاریخیش را می گذراند و یکی از تاریک‌ترین دوره های حیات خیش را سپری می کند. هر روز که می گذرد فضا برای آزادی تنگتر و زندگی برای مردم دشوارتر می شود. از دم و به این سو پیوسته نخبگان تیفای مختلف از افغانستان کوچ کردند و کشور اکنون به زندان بزرگ تبدیل شده است. طالبان تا کنون این همه ستم و بیداد را نه تنها نادیده گرفته بلکه عین عدالت نیز خواندند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا عبدالله وضعیت موجود را نمی بیند؟ واضح است که می بیند و بر اوضاع اشراف دارد. ممکن برای رسمیت شناسی طالبان و آجنده‌های دیگر منطقه‌ای از خون این خلق گرسنه می گذرد تا دل یار به دست آورد و به خاطر حامیان خارجی خود را آزرده نسازد و ارنغبار تلخ و زرآگینه که زندگی جمعی را به کابوسی و شدناک تبدیل کرده دل هر سنگ را به ناله می آورد و هر سیاستمدار را برای پیکار و رهایی فراخوان می دهد. در واقع عبدالله با رفت آمد خود تنها ساده سازی رفتار خشونتبار طالبان در قبال مخالفان سیاسی را انجام می دهد، ورنه حضور او در مدت 8 ماه هیچ تأثیر بر سیاست طالبان بر جا نگذاشت و پس از این نیز حضور او بر زندگی و تأمین عدالت هیچ اثر نخواهد داشت. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. تا ویدیوهای بعد شما رو به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار و مددگار همه شما باشد.